عرض سلام و ادب، مفتخرم اعلام کنم پس از 3 سال پشت سر گذاشتن سختگیرانه ترین تست های فنی و مطالعات پیش بالینی، سامانه جراحی روباتیک سینا موفق شد مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی برای شروع تست های بالینی را دریافت کند. مسیر پرپیچ و خمی که از 20 سال پیش در پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد و در 10 سال اول فناوری جراحی روباتیک به صورت نوآورانه ای در سطح بین المللی در این پژوهشکده رشد و توسعه پیدا کرد و در 10 سال دوم نمونه های متعدد ساخته شدند و در آزمایشگاه های مرجع تجهیزات پزشکی مورد تست و ارزیابی قرار گرفت. به این وسیله از همه جراحان عزیز کشور دعوت میکنم با این سامانه بیشتر آشنا بشن. در این راستا از فرصت 16 کنگره انجمن کولوپروکتولوژی ایران در تاریخ 2 تا 4 اسفند ماه استفاده کردیم و ربات سینا را در محل کنگره واقع در کتابخانه ملی تهران نصب کردیم و آماده نمایش و ارزیابی این سیستم توسط جراحان عزیز هستیم. جا داره از همراهی اساتید عزیزم در انجمن کولوپروکتولوژی ایران که این فرصت رو برای ما فراهم کردن تشکر بکنم. جراحی روباتیک از مزایای اثبات شده متعددی برخوردار است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم. مزیت نخست، تبدیل جراحی های پیچیده و باز به جراحی های روباتیک با حداقل آسیب است که جراحت، خونریزی، عوارض و دوره نقاهت کمتری دارند و با روش های متداول لاپاروسکوپی قابل انجام نیستند. مزیت دوم، موقعیت قرارگیری ارگونومیک و بسیار راحت‌تر برای جراح به دور از عوامل بیماریزا و عفونت‌های اتاق عمل از قبیل HIV و هپاتیت C و نیز گازهای بیهوشی و کربن دی اکساید در اتاق عمل است. مزیت سوم، قابلیت حذف لرزش و مقیاس گذاری روی حرکت دستان جراح به منظور افزایش دقت و کاهش خطا است. به این مفهوم که اگر دست جراح در کنسول جراحی 1 سانتی متر حرکت کند، ابزار جراحی در داخل شکم بیمار 1 میلی‌متر حرکت می کند. بنابراین می توان یک گره بخیه خیلی ظریف را 10 برابر بزرگتر در کنسول جراحی انجام داد و ربات 1/10 حرکت را در داخل شکم بیمار اجرا می کند. در کنار مزایای عمومی ذکر شده، ربات جراح سینا مزایای منحصر به فردی دارد که امکان انجام طیف وسیع‌تری از اعمال جراحی را برای آن میسر می سازد. استفاده از ابزارهای یکبار مصرف با قطر فقط 5 میلیمتر که جراحات کوچکتری را نسبت به سایر ربات‌های جراح موجود در بازار به دیواره شکمی بیمار وارد می‌نماید و احتمال ورود اقشاع داخلی به شکاف ایجاد شده پس از پایان عمل را بسیار کمتر می‌کند. همچنین استفاده از ابزارهای یکبار مصرف این اطمینان را به جراح می‌دهد که همواره از ابزار نو و استریلی استفاده می‌کند که در کارخانه تست شده در جراحی قبلی آسیب ندیده است و موجب انتقال عفونت نمی شود. شایان ذکر است که استفاده از این ابزارها فرایند مشکل، پرهزینه و زمانبر شستشو و خروج خون از ابزارهای روباتیک و استریل کردن مجدد آنها را حذف می کند و همچنین احتمال آسیب دیدگی ابزارها حین این فرایند را از میان بر می دارد. این ابزارها قادرند به همه جهات خم شوند و در هر راستا به صورت بی نهایت حول محور طولی خود به طرف این چرخش داشته باشند. جراح می تواند از کنسول جراحی سینا به صورت نشسته، نیمه نشسته و یا ایستاده استفاده کند. تغییر وضعیت بین این موقعیت ها خستگی جراحین عمل جراحی را کاهش می دهد. مطالعات نشان دادند خونرسانی در حرکات دینامیکی 3 برابر بیشتر از حرکات استاتیکی هستند و همین امر کاهش خستگی قابل توجهی را در حالت ایستاده به ارمغان می آورد. هندل های جراحی در کنسول جراحی سینا قابل تعویض هستند و از خستگی دستان جراح در مواجهه با 1 نوع هندل ثابت در طول 1 عمل جراحی طولانی و پیچیده جلوگیری می کنند.
طراحی ماژولار سیستم به صورت 4 ربات مجزا از هم با پارامترهای قابل تنظیم متعدد به جراح اجازه می‌دهد معماری جراحی را به صورت نوآورانه طراحی کرده و روش‌های جدید جراحی رباتیک را ابداع نماید. این قابلیت باعث می‌شود در صورت خرابی یکی از بازوها کل سامانه از مدار خارج نشود و با جایگزینی یک بازوی آماده به کار عمل جراحی ادامه یابد. ربات جراح سینا از قابلیت تغییر زوایای تخت جراحی هنگام عمل جراحی برخوردار است. این قابلیت منحصر به فرد بدون توقف ربات ها میسر می شود و انجام طیف وسیعی از جراحی های عمومی و کلورکتان را میسر می سازد. مزیت دیگر قابلیت اندازه‌گیری نیروهای تعاملی و کنترل بازخورد بصری آنها به جراح است که باعث جلوگیری از آسیب‌های بافتی و اجتناب از اعمال نیروهای بیش از حد مجاز می‌شود. در نهایت مهمترین عامل توسعه و ترویج این سامانه هزینه سرشکن شده کمتر به ازای هر جراحی به سبب هزینه های کمتر خود دستگاه، تعمیر و نگهداری آن و ابزارهای مصرفی به ازای هر عمل جراحی است. در نهایت امیدوارم مزیت های این فناوری ملی هرچه سریع‌تر در اختیار جراحان عزیز و بیماران کشور قرار گرفته و ما شاهد رشد و شکوفایی و توسعه این فناوری در سطح کشور عزیزمان ایران باشیم.